خیلی دارن. آره این الان دارن پیشنمایشش نشون میدن. سلام و درود و فاق، حالتون چطوره؟ من سعیدم و همراه مادرم امشب اومدیم میخوایم بریم به بزرگترین شرکی که توسط چین درست میشه، اونم داخل کابل. اصلا یه خبری که وقتی شنیدم واسه هم خیلی جای تعجب بود. حالا اگه حرفی سلام میگم داری بکنو که بریم سراغ ویدیو. سلام همه عزیزای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و مثل همیشه خوب و سرحال باشید. ولی خب این هم بعید نبود. آره واقعا چینی وقتی... قرار بوده بیان واقعا آره بعید واقعا. نبوده وقتی که اولش که اومدن کمک کردن به افغانستان میدونستیم یه همچی روزی هم که برسه که حداقل چیزایی هم که داخل افغانستان شاید بسازن، شهرک ها یه جای دیگر رو. بله. بچه حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بریم سراغ ویدیو. خیلی دارن. آره این الان دارن پیشنمایشش نشون میدن و یعنی چینی ها درست میکنن. ببین. درست کردنش که درست میکنن ولی خیلی وسعت زیاده. آره واقعا نه ولی درستشو میکنن، باور کن. قسم این چه چیزایی که داخل افغانستان درست میکنن. کمک های بلایواز کشور چین تمویل میشه، تقریبا بالغ به 71 میلیون دلار افغانی دلار میباشه و فعلا کارهای عملی پروژه روان است که دیگه ما 56 بلاک رایشی تعمیر میکنیم. It's China Aid project and it's I think it's a gift from China to Afghanistan and also it's good for the Afghanistan's citizens. ساخت ساز خودشون هم بالای سر نیروهاشون هم مثلا خودشون اومدن دیگه به طرح خودشون قراره درست کنن. وقتی که امنیت رو بهشون دادن دیگه این سرازیر شدن طرف افغانستان. چون اگه چین یاد باشه، چین خب اولین کشوری بود به نظر من، حال نمیدونم این چیزی که من داخل اینترنت دیدم، افغانستان یعنی دولت فعلی به رسمیت شناخت، به خاطر همون هم هست. پروژه هم یک شرکت چینایی می باشه که از طریق خود دولت چین تعیین شدن و اونا تمام ساخت ساز پروژه رو به پیش می برن. تمام سهولت هایی که در یک شرکت باید موجود باشه در اینجا هست، مثلا مکتب، کلینیک و سرکای خوب، پارک. دیگه هم استفاده کردن برای کار کردن دو تا چیز افغان و مثلا چینی ها مثلا دارن همکاری میکنن ولی خب میگم استارتشو دیگه زدن. ولی چقدر وسعت زیاده. بعد الان فهمیدی کلینیک و نمیدونم جای تفریحی و نگاه کن. آره به نام یاد خدا. سلام هموطنان عزیز، بینندگان خوب چینل افغان پرو، بازم خوشحال هستم در خدمت شما با خبرهای بسیار خوش هستم. شما را خوش آمدید میگم بر یکی از بزرگترین پروژه های به نام پروژه نیلبا. ما هم خواستیم که بیاییم در سایه کار و قرار است که با کسایی که مسئول در همین پروژه هست امروز صحبت بکنیم، ببینیم که معلومات های کلی را اونا بر مورد همین پروژه بر ما میتن. چقدر خوب است که شهر کابل جدید و نمیدونم چینی ها که اومدن دیگه دارم میسازن دیگه، اروپاییش دارم میکنن دیگه. خیلی خوبه از اینکه دارن پیشرفت میکنن، کشورشون رو آباد میکنن، این خیلی خوبه. ولی امیدواریم به چینی ها کشورتون همه نفوشیم. آره واقعا همه رو ندید که اصلا یه داستانی میشه دیگه. همچون پروژه های عمل منفعه در مملکت خود داریم که بزرگترین پروژه هایی است که در سالهای متمادی همچون پروژه ها ما مملکت نداشتیم، ولی امروز خوشبختانه که پروژه های بسیار بزرگ است و قرار است این پروژه توسط کشور چین ساخت و ساز شود و قراردادش مربوط به کشور چین است که با همکاری از اونا ما همچون یک پروژه را قرار است در وطن خود داشته باشیم. پس چقدر خوب است که بیشتر با مسئولین کسایی که در اینجا مسئول هستند همراهشان صحبت میکنیم. شما ما را در ادامه بیننده باشید. ولی مثل کشور خارجی هایی هم میگیم میخوام برم افغانستان، محله چینی ها همچین جایی دارن، محله چینی ها دارن میرن. تو ایران هم هست تو قشم برای خودشون پاساژی درست کردن. نه این دارن شهرک درست کردن، پاساژ فرق و یه جای کوچیکه ولی این دیگه دارن یه شهرک دارن درست میکنن. شهرک دیگه برای خانواده هاشون هم هست. اولش اینجوریه، بعدش تغییر فضایش میکنه. خیلی شیک
میسازیم. هموطنان عزیز، امیدوار هستم که از تصاویری که بیننده بودین خوشتان آمده باشه و خوشبختانه در کنار خود مسئول پروژه را داریم و امروز قرار است اینا بر ما این پروژه را به معرفی بگیرند که سوالایی که در ذهن شما مرتبط به این پروژه هست سوالایتان حل شود. سلام بر شما. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که شما خودتان پروژه را مشاهده کردین، کارهای ساختمانی دولت جریان می باشه و یکم معلومات درباره پروژه بر شما ارائه می کنم. پروژه کردن و ببین الان همه چیز شده، یعنی مینشو خریدن، اجازه کار گرفتن و دارن توش، یعنی شما چینی هم که ماشاءالله یه چیزی بهشون بده همون یه هفته ای تحویلت میده. جه مساعدت کشور چین که از طریق کمک های بلایواز کشور چین تحویل میشه تقریبا بالغ به 71 میلیون دلار افغانی دلار می باشه و فعلا کارهای عملی پروژه روان است که دیگه ما 56 بلاک رایشی تعمیر میکنیم همراه تمام زیربنای مربوطهشان. سلامت باشین. دقیقاً امروز قرار است که با نامشان رو ما باید بگیرم، عبدالله صدیقی. عبدالوهاب صدیقی مسئول امی پروژه هستند و امروز خوشبخت هستیم که شما را در کنار خود داریم و قرار است که شما بر ما این پروژه را به معرفی بگیرین. در اول در مورد امور رقمش گفتین 71 میلیون دلار. بله، ای تقریبا مجموعا 10000 واحد مسکونی باشه پروژه که فیز اولی پروژه این باشه که 1400 واحد مسکونی است که مجموعا قیمت پروژه بالغ به 71 میلیون دلار آمریکایی میشه. و این از طرف کشور چین کمک شده. بله، از کمک بلایواز کشور چین میباشه. چقدر خوب. ببین در مورد همین پروژه بر ما بگین تعداد فازهایی که قرار است اینجا ساخته شود با چی تعداد است؟ فعلا این فاز اولش است که مجموعا همین ساحه که 160 جریب زمین میشه و اینجا 56 تعمیر 5 منزله معمار میشه. اینا مسجد و ساختمونایی که مثلا در نشون میده. حالا میگم تازه میگیم فاز اول کاره. حالا میگم تکمیل بشه، آره. چی کار میخواد بکنه و زیربنای مربوطه که مجموعا قیمتش بالغ به این رقم میشه قبلا گفتیم، یعنی 106 جریب زمین تنها به خاطر یک فاز است. بله، این خو مجموعا 10000 واحد مسکونی است که فعلا 1400 واحد به اینجا تطبیق میشه و 8400 به مناطق مختلف. چقدر خوب است. خیلی. ببین 10000 تا واحد چیزی کم چیزی نیست. 10000 مال خوب تازه یه پروژه شه. یه پروژه اول فکر کردم که تمام پروژه همی است، ولی میگن که نه، تنها یک فاز از پروژه است و قرار است که این بزرگترین پروژه های از جمله پروژه های وزارت شهرسازی یا در کل پروژه هایی که در موطن هم خود می داشته باشیم همین ها است و بین که بریم همون تو آیستا آیستا قدم بزنیم و در مورد پروژه بر ما شما معلومات بدیم. چلا بفرمایید. خب بسیار خوب است و گفتین که قرار است که این پروژه تا مدت زمان چقدر وقت در بر میگیره که ساخته شود؟ این پروژه میادش 3 سال است. خب که فاز اولش میشه در 3 سال انشالله مکمل میشه 100%. دقیقاً. بعد تنها مربوط به یک 3 سال میگه 3 سال 30 سال نه میگه 3 سال. چون تلفظش اینجوری داخل افغانستان من یه بارم تو یه ویدیو اشتباه گفتم 3 ساله داره میگه. گوش کن یه دقیقه فکر کنم، البته حالا من شاید خودم اشتباه بگم. شرکت میشه ساخت سازی؟ بله، ساخت ساز پروژه هم یک شرکت چینایی میباشه که از طریق خود دولت چین تعیین شدن و اونا تمام ساخت کار ساخت ساز پروژه رو به پیش میبرن. بسیار خوب. من یک چیز رو میخوام صدیق صاحب از شما پرسان بکنم. انجینیرایی که مرتبط به همین پروژه هستن و کار میکنن، انجینیرای داخلی هست یا خارجی هستن؟ انجینیرها هم خارجی میباشن چون مربوط شرکت چینایی میشه، تمام انجینرها خارجی میباشن و کارگرای فنی هم مربوط همین شرکت چینایی میباشه که از کشور چین میباشن. پس یعنی تمام انجینر کلا مهندسیش و اون کارهای دیگه اش خود چینی ها انجام میدن، نمیذارم واقعا هم... یه چیز کلیه دیگه، چینی ها نمیذارن چون کارهایی که میکنن یه کم عجیب غریبه، نمیذارن کسی که انجام، حالا بس افغانستان نیستا، هر کشوری که انجام بدن نمیذارن، خودشون انجام میدن. دیگه اینجا کار میکنن تمامش این آجر رو هستش. میبینی توی ترکیه از این مدل آجر رو اصلا پیدا نمی‌کنی؟ نه آخه چون فرق میکنه، به خاطر هم ساختمون سازی ترکیه با ایران و افغانستان خیلی فرق داره. حتی آهن هم زیاد به کار نمیبرن. نه
چون خارجی ها هستن. بله، بجز از انجینرای خود ما که از مربوط وزارت شهرسازی و مسکن میشن که خود مسئول پروژه هستم و همراه یک تیم انجینری هستن که در بخش انجینری همراهشان کمک همکاری میکنیم. به نظر شما آیا انجینرای داخلی یا انجینرای خود ما ظرفیت تطبیق همچون پروژه ها را دارن؟ بله، چرا نه، ظرفیت خوب دارن. این پروژه دیزاین هم از طریق خود وزارت شهرسازی شده و انشالله کار عملیش هم از طریق خود وزارت شهرسازی پیش میره. پس ظرفیت کافی وجود داره که بتانیم همچون پروژه رو ما در افغانستان به پیش ببریم. یعنی خود ما هم میتونیم ظرفیت شهر داریم توسط سکتورهای خصوصی همچون پروژه را داشته باشیم. بله بله، چرا نه، چقدر خوب. پس چرا انجینرایی که فعلا اینجا کار میکنن داخلی نیستن؟ به خاطر که شرکتی گیره و پیش میبره، شرکت چینایی میباشه و اونا از خود یک سیستم کاری دارن، با اون پلان و سیستم خود پیش میرن خودشون. آره، خودشون بالای پروژه خودشونن. ببین خودشون خودش میگه افغانستان میتونه همچی پروژه بسازه، ولی خب باز این پروژه برای چینه، یعنی هزینه شو کردن اینجوریه. تمام مشخصات تکنیکی رو ما نظر گرفته، انجینرای مسلکی خود از چین به اینجا آوردن و با مو سیستم کار میکنن. یعنی بر اساس اصول شرکت این کار شده. در غیر از اون ما هم انجینرای فوق العاده مسلکی را داریم که ظرفیت همچو پروژه ها را دارن که تطبیق بله. بکنن. بله، چرا نه، سلامت باشین. خب ما در کدام قسمت هستیم؟ میشه که این ذره برام معرفی بگیرین کدام قسمت؟ خود افغانستان طراحیش عالیه. آره، نه کارشون خوبه، ولی خب چینه. ببین چینو الان نمیشه با کل دنیا مقایسش کرد. لعنتی کلا میگه سر کله از همه بالاتر میزه. آمریکا هم جلوش کم آورده، اینقدر کارش عجیب غریبه. ای فعلا شما در بلاک 43 قرار دارین که فعلا منزل دومش تحت کار آن است، تقریبا تعداد شده و منزل بعدیش دالت جیران می باشه که فعلا قالبندی و سیخ بندی دالت جیران است. قرار است چند منزل آباد شد؟ 5 منزل. درسته، یعنی تمام بلاکاش 5 منزله است؟ تمام بلاکا 5 منزله است، بله. و امکاناتی که بر کسایی که در امی مثلا در آینده میخواین خریداری بکنن، سهولت های پروژه را بر ما بگین کدام امکانات را داره؟ تمام سهولت هایی که در یک شرط باید موجود باشه در اینجا است، مثلا مکتب، کلینیک و سرکای خوب، پارک، تمام سهولت موجود است. یعنی کلی شهر میخواد که در همه جای شهرک زندگی بکنه، باید خاطر جمع باشه دیگه که تمام سهولت ها مد نظر گرفته شده. میشه که بگیم که انشالله در آینده این شهرک یک شهرک خوب ها باشه. خیلی خوب. و در مورد از این برمان بگین ساخت و سازش چقدر معیاری است؟ تمام شهرک به معیارهای بین المللی دیزاین شده و انشالله به معیارهای بین المللی تکمیل میشه. نقش وزارت شهرسازی چقدر رول دارد؟ وزارت شهرسازی زیاد رول دارد در این شهرک نسبت به شهرکای گذشتهمون، چون نظر به تفاهمی که ما داریم، تمام پروژه، تمام کارهای پروژه تحت نظر وزارت شهرسازی و مسکن به پیش میره و به این پروژه مانند پروژه که در کشورهای خارجی امار میشه که داره یک دیزاین های فوق العاده و بهتر میباشه، مسلکی میباشه و مشخصات تکنیکی داره. جنس هایی که چینی ها به کار میبرن، مثلا جنس های اسب به کار میبرن، چون برای کارشون واقعا، حالا نمیگم کاری به افغانستان ندارم، کاری جنسشون که از اینجاست. آره، که وسایلشون از اون مخصوصا آره. دیدی که برای زلزله و اینا که داخل خود آره، چین با آره. چه مثلا زلزله نهلیشه مثلا میاد یه ذره میلرزه، یعنی پای اساس کارشون رو دارم میگم. درست. چین کلن انقدر داره منفجر میشه از آدم هاش. آره، میخواد بیاره این مرمبر دیگه ایران و افغانستان که این از طریق خود وزارت شهرسازی هم تایید شده و از طریق دولت چین هم مورد تایید قرار گرفته. ها، چقدر خوب. و یعنی تمام استاندارد ها مد نظر گرفته شده و فعلا در کدام قسمت کار هستیم؟ یعنی تنها بلاک ها ساخته میشه یا امکاناتی که مد نظر گرفته اونا هم سرش کار جریان دارن؟ فعلا تنها بلاک ها امار میشه. بعد از اینکه بلاک ها مکمل شد، کار زیربنایی شروع میشه و بعد از کارهای زیربنایی تعمیرهایی که به خاطر مکتب، کلینیک و ذخیره آب و همه بدن انشالله امار میشه. یعنی فعلا فقط بلاک ها ساخت و سازش هست و برنامه های بعدی بر برنامه های زیربناسازی و همون سهولت هایشان هست. بله بله، بقیده هم بعدی سنم.
در مورد بلاک ها گفتین بر ما که بلاک ها 5 منزله است، تعداد بلاک هایی که در فاز اول قرار است ساخته شود چند بلاک است؟ 56 بلاک در فاز اول امار میشه، یعنی یک فاز 56 بله. این فاز شو نظر به زمین دیزاین میشه، فعلا نیمویم از سایه سبز اینجا چقدر باشه، سایه سرک است و مجموعاً وزارت شهرسازی میبینه که چقدر بلاک امکانات و گنجایش است که در شهرک جای به جای شود. شو نظر به می ساحه، نظر به زمین 56 بلاک کاملا کافی است که همه بلاک ها یک آفتاب مناسب بگیره، با هوای درست داشته باشه و سرک همه چیز به استاندارد چیزی که کدای وزارت شهرسازی اجازه میده به اون طریق پیش بره. یعنی مسافه هایی که نیاز است مد نظر گرفته شده به خاطر داشتن افتو و آپارتمان ها؟ بله، چون به خاطر مسافه شان همه قدر است فکر می. بله بله، این تمامش محاسبه شده. ها یعنی اینا تمامش محاسبه شده در آفتاب و آب و هوا وقتم کلا مشکل به وجود نمیه. بسیار خوب. و در بین هر بلاک فکر می کنم که ساعت سبز هم مد نظر گرفته شده. بله، ساعت سبز زیاد مد نظر گرفتیم و تقریبا مجموعاً بیشتر از 10000 نیال میجا مد نظر گرفته شده که بخیر بعد از اینکه بلاک ها تعمیر شه، زیربنا تعمیر شه، سرک ها نیال شانیشون بخیر شروع میشه. چقدر خوب. یعنی تمام این ساختمان هایی که فعلا نیمه کاره است، تمامش همین بلاک ها هست و من اونجا یک چیز متوجه شدم، نمره هم زده شده. بله، یعنی وقت تعیین شده نمرات یاشان و تعداد بلاک هایی که فعلا نیمه ساخته چقدر است؟ تقریبا فعلا ما در 26 بلاک کار شروع کردیم که بعضیش دولت تعداد می باشه، بعضیش در تکیو می باشه و بعضیش در منزل اول می باشه کارشان. شروع پروژه است چی وقت به این طرف است؟ شروع پروژه در 28 رمضان ما پروژه رفتا کردیم. 28 رمضان، یعنی 28 رمضان شروع کردم. ما رمضان یک ماه و نیم دی کمتر فکر کنم که مثلا این پروژه دارن چیز میکنن، شروع میکنن. یه چیز خیلی بزرگ و شیکی به نظر میرسه. آره دیگه، میگم دیگه، چینی ها وقتی دیگه اومدن داخل یه کشور بگیرن دیگه نمیشه جلوشو گرفت دیگه، میخوان یه چیز خفن درست کنن. به هر حال همین که دست به دست همدیگه دادن، میخوان کشورشون رو آباد کنن، باز چیز خفن میدن بیرون. واقعا یه چیز عالیه واقعا. حالا بچه ها ویدیو هستی، لینکش هم براتون میذاریم، حتما برید اونجا کاملش رو ببینید چون واقعا طولانیه. فقط میخواستیم یه چیده ای از پروژه رو بذاریم که ببینید داستان چه قراره، که چینی ها قراره یه پروژه خفن بدن داخل کابل. امیدیم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی، فعلا.